درود بر شما باد. آیت الله خامنه ای در آخرین سخنرانی که داشت برای توجیه و دفاع از دستاوردهای رژیم جمهوری اسلامی دو نکته مهم رو از دیدگاه من مطرح کرد. نکته اول این بود که اعتراف کرد که اگرچه مسائل مردم، مشکلات مردم به لحاظ اقتصادی و فقر مطلوب نیست، اما نسبت به پیش از انقلاب بهتر است، خیلی بهتر است. اولین پرسشی که پیش میاد، خب چرا الان رو با پیش از انقلاب مقایسه میکنید؟ با 42 سال پیش مقایسه میکنید؟ اولا 42 سال پیش یک انقلابی اتفاق افتاد، این همه هزینه داده شد، این همه مردم به سختی و مشکلات افتادند برای اینکه وضعشون نسبت به گذشته خیلی بهتر بشه، و ثانیا اینکه در طی 42 سال گذشته شما چند تریلیون میلیارد دلار پول نفت و گاز و منابع ایران رو فروختید و امروز باید این پولها می اومده سر سفره مردم ایران که نیامده. و سوما، شمایی که میگید وضع مردم امروز از پیش از انقلاب به لحاظ اقتصادی بهتر است، آیا نمیگویید که اون زمان قیمت و ارزش دلار اگر 6 تومان، یعنی 6 تا تک تومانی یا 7 تا تک تومانی بود، امروز 27000 تومان است، یعنی نزدیک به 5000 برابر ارزش پول ملی تنزل کرده؟ یعنی وقتی که شما نگاه میکنید تمام دارایی ها و ثروت های مردم، حقوق مردم، درآمد های مردم نسبت به 42 سال پیش 5000 برابر کاسته شده. برای مقایسه با مقایسه اینکه وضع بهتر شده یا بدتر شده، یکی از معیارهای روشن ارزش پول ملی است. ارزش پول ملی رو حکومت آیت الله ها و حکومت آخوندها 5000 برابر بی ارزشتر و کمتر کرده، اون وقت با کمال پررویی میان میشینن میگن که بله، البته وضع امروز مردم از قبل از انقلاب بهتر شده. قبل از انقلاب یک پیکان جوانان 40000 تومان بود، امروز یک شونه تخم مرغ 50000 تومانه. چجوری بهتر شده؟ عوام فریبی هم حد و حسابی داره، این آمار داره سخن میگه. اما نکته دومی که ایشون میگن، میگن که در قبل از انقلاب استبداد بود و مردم هیچ کاره بودن، بر کنار بودن، اما الان مردم، من جمله خود ایشون رو میخونم، امروز مردم حاکمن بر سرنوشت خودشون، خود مردمن انتخاب که میکنن، خود مردمن که انتخاب میکنن. ممکن است این انتخاب بد باشد، ممکن است خوب باشد، اما خود مردمن که انتخاب میکنن، خود مردمن که انتخاب میکنن. جناب آقای خامنه ای، شما وقتی که شورای نگهبان میگذارید و شورای نگهبان افراد رو دستچین می کنند برای ریاست جمهوری یا مجلس شورای اسلامی، حالا خبرگان رهبری که جای خود داره حتی در اون مورد هم دستچین می کنن، دستچین می کنن، میگن از این مثلا 4000 تایی که ثبت نام کردن، مردم شما میتونید به این 1000 تا رای بدید. یا در انتخابات ریاست جمهوری که 2000 تا ثبت نام کردن، شما میتونید به این 6 تا رای بدید. بنابراین شورای نگهبان دستچین میکنه
و به مردم میگه از این دستچین شده هایی که ما انجام دادیم شما انتخاب کنید. این چه جور انتخابی است که میفرمایی دست خود مردمه؟ کدام مخالفین، کدام منتقدین حق شرکت در انتخابات دارن؟ کدام یک از اونها میتونن توی مجلس یا خبرگان رهبری یا حتی شوراهای ده و شهر و یا جاهای دیگه برن؟ چرا دروغ میگید؟ اونا رو شورای نگهبان خودتون دستچین میکنه. شورای نگهبان رو هم شما تعیین کردی و ضابطین شورای نگهبان اونایی که گزارش میرن میدن که این آدم صلاحیت داره یا نداره، نیروی امنیتی و بسیج و سپاه باز توسط خود شما انتخاب میشه. کجا مردم انتخاب میکنن؟ میفرماید که حالا ممکن است این انتخاب بد باشد یا خوب، پس اعتراف کردی که اون چیزی رم که شورای نگهبان خودت انتخاب دستچین میکنه و مردم رو مقید میکنه که به یکی از اونا رأی بدن، توی اونها هم بد در میاد. این بد از کجا در میاد؟ شما که دستچین میکنید، از چند فیلتر میگذرونید. پس مردم ایران حق انتخاب ندارن. مردم ایران بر سرنوشت خودشون حاکم نیستن، بلکه مردم ایران اون دسته ای هم که شرکت کرده یا شرکت می کردن ناگزیرن. جناب آقای خامنه ای، شما در انتخابات 2 خرداد 76 از ناطق نوری حمایت کردی، 20 میلیون آمدن شرکت کردن که ناطق نوری رای نیاره و رای هم نیاورد، نزدیک 6 میلیون براش رای نوشتی. زمانی که شما احمدی نژاد رو میاری، دید از وحشت احمدی نژاد میان به شرکت میکنن که به اون یکی رای بدن. وقتی که رئیسی رو میارید، از وحشت رئیسی یه دی ناگزیر میشن میان شرکت کنن، بین بد و بدتر میرن به روحانی رای میرن و حجم شرکت کننده زیاد میشه. یه بخش بزرگشون در مخالفت با حضرت عالی میان که کاندیدای شما رای نیاره. یه حجمشون به خاطر اینکه شناسنامه هاشون باید مهر بخوره. هیچ کدوم از اینها هم اون کاندیدایی که مورد نظرشون باشه رو نداشتن، اعتراف کردن و بارها و بارها گفتن ما مجبوریم، یا مجبوریم که شناسنامه هامون مهر میخوره، کارمند و دانشگاهی و چنین و چنانیم، یا از وحشت آمدن رئیسی و احمدی نژاد و ناطق نوری که کاندیدای شخص علی خامنه‌ای هستن میایم که اون یکی رای بیاره. شما مردم رو در فشار میذارید بین بد و بدتر. کدوم این انتخابه و بر سرنوشت خودشون حاکمن؟ اگر مردم ایران بر سرنوشت خودشون حاکم بودن، امروز گرسنگی میکشیدن. مردم بر سرنوشت خودشون حاکمن که تحریم بشن. مردم بر سرنوشت خودشون حاکمن که بچه هاشون میلیون میلیون تحصیل کرده بیکار باشن. مردم بر سرنوشت خودشون حاکمن که میلیون میلیون نخبه جلای وطن کنن. اینا حاکمیت بر سرنوشت خوده؟ یا اینکه شما دیکته میکنید، شما مردم رو زیر فشار میگذارید؟ کجا مردم بر سرنوشت خودشون حاکمن؟ چرا بایستی که دروغ گفته بشه؟ چرا بایستی که عوام فریبی بشه؟ مردم اگر بر سرنوشت خودشون حاکم بودن، نمیذاشتن شما ماجراجویی هسته‌ای کنید، نمیذاشتن در منطقه کار تروریستی کنید، نمیذاشتن جنگهای نیابتی را بیاندازید و در نتیجه ایران منزوی و تحریم نمیشو. در حاکم بر سرنوشت یعنی این دولتی که خودتون میارید بر سر کار، 4 تا رو تایید میکنید، شورای نگهبان حضرت عالی که دست نشانده حضرت عالی هستن، 4 تا رو دستچین میکنید، میگین میتونید به این 4 تا رای بدید. خیلی خوب، روحانی از توش در میاد. روحانی هم از روز اول تا آخر که میاد میگه من هیچ کارم، رئیس جمهور هیچ کار است، خاتمی اومد گفت تدارکات چیه. این چه حاکم بر سرنوشتیه؟ اگر مردم ایران بر خود حاکم، بر سرنوشت خودشون حاکم باشن، یک روز اجازه نمیدن شما ملا بر سرنوشتشون حاکم باشید. اگر مردم ایران بر سرنوشت خودشون حاکم باشن، میان توی خیابون اعلام میکنن، از میدان فوزیه تا میدان شهیار میلیون ها تن میان میگن ما جمهوری اسلامی نمیخوایم. شما با اسلحه نمیکشینشون، با نیروی امنیتی به جانشون نمیافتید؟ میافتید. چجور بر سرنوشت خودشون حاکمن؟ مردم اگر بر سرنوشت خودشون حاکم باشن، این سیاست ها، این برنامه ها، این سرکوب ها رو نمیپذیرن.
زنها رو یه جوری کتک میزنید، جوانها رو یه جوری زندان میکنید، دیگران رو، نسل‌های گوناگون رو یک جور دیگه سرکوب میکنید. ملت زیر سرکوبن به وسیله نیروی امنیت و بسیج و سپاه. ملت رو زیر سرکوب گذاشتید، ملت رو زیر فشار گذاشتید. کجا بر سرنوشت خودشون حاکمن؟ صدام هم میتونست بگه بر سرنوشت خودشون حاکمن. 99% مردم عراق میامدن رای میدادن، همه هم میدادن به صدام. این بر سرنوشت خودشون حاکم بودن؟ هیتلر هم میگفت مردم بر سرنوشت خودشون حاکمن. آیا آلمانی ها بر سرنوشت خودشون حاکم بودن؟ همه دیکتاتورها در انتخابات های کاملا نمایشی، کاملا پوپولیستی، کاملا غیر آزاد، غیر منصفانه و غیر رقابتی نمایشی رو به راه میاندازن، یه عده‌ای رو فریب میدن، عوام فریبی میکنن، میگن ببینید اینها اومدن رای دادن، اینا به جمهوری اسلامی رای دادن، آزادانه هم رای دادن. اینا رو شما مجبور کردید بین بد و بدتر برای اینکه کاندیدای مورد حمایت شما رای نیاره، و البته به اشتباه که فکر میکنن اون یکی بهتره، اونم از این بدتر. برای اینکه مردم ایران بر سرنوشت خودشون حاکم نیستن، مردم اجازه انتخابات آزاد ندارن. انتخابات آزاد یعنی اینکه مردم آزادانه به هر کی میخوان رأی بدن. مخالفین جمهوری اسلامی، منتقدین جمهوری اسلامی، نیروهای آزاد، نیروهای دموکرات، نیروهای ملی، که اینها به هیچ وجه در جمهوری اسلامی امکان شرکت در انتخابات رو ندارن. و شما آقای خامنه‌ای میدونی که در 1400 مردم ایران نمیخوان شرکت کنن، از حالا آمدید دارید عوام فریبی میکنید. هم انتخابات اصلی آزاد رو، حق مردم رو سلب کردید، هم دارید دروغ میگید و میگید که مردم بر سرنوشت خودشون حاکمن. کجا ما بر سرنوشت خودمون حاکمیم؟ کدام کاندیدا هست که آزاد باشه و شورای نگهبان تایید کرده باشه که مردم بتونن به اون رای بدن؟ مردم رو مجبور کردید، گفتید از اونهایی که شورای نگهبان من تایید کردن بیاد به اونها رای بدید. بنابراین ادعای انتخابات آزاد و ادعای اینکه امروز پس از انقلاب مردم بر سرنوشتشون حاکمن ادعای دروغی است که همه این رو میفهمن. با وجودی که ملت ایران این همه خون دادن، این همه هزینه دادن، این همه جانفشانی کردن که آزادی باشه، دموکراسی باشه، رفاه باشه، امنیت باشه، برخلاف اون عمل کردید، دروغ هم میگید. این دروغ از عملتون بسیار زشتر و بسیار آزاردهنده.